با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب دوستان، همونطور که انتظار میرفت، بانوان هاکی ایران نایب قهرمان آسیا شدند. تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران در بازی نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 3-1 به تایلند باخت. زنان هاکی ایران نایب قهرمان آسیا شدند. انشالله دور بعدی قهرمانی برسد به دست حامیان زن زندگی آزادی، که کلن تعبیرشون همونطور که شما میدونین از این واژه ها یه چیز دیگه است. خب حرف از اون جماعت شد، حیف این گفتگوی مثبت 18 تاریخی رو نشنوین. این شما و این هم مناظره قرن. فقط پیشاپیش ازتون بابت الفاظ رکیک عذرخواهی میکنم. آقا دقیقاً من همون چیزی که روشندل داره میگه دارم براش توضیح میدم. چیه؟ داد نزن مرتیکه، داد نزن بابا. این آروم باش. آقا میشه این آروم باش مرتیکه. آی سکویی تمنا میکنم. یکی آقا اونایی که تو لس آنجلس یه تکیلا دست این بیشور بدین خفش. انقدر بی حرمتی نکن. آبی حرمت نداره مرتی که خرکه. مرتی که یه جاکش. من تکیلا نمیخورم. من نوعی تکیل همون کوفتی که میخوره رو بهش بدید. به من لامصب همه مایکا رو ببندید. بحث آقای روشندل پاسخ بدی. من دارم همونو پاسخ میدم. تو برای چی میای وسط هی میگی ایشون یک تئوریسین بزرگه که سه تا مرحله گذاشته؟ مگه تو الان نگفتی اینو؟ لامصب تو اصلا گوه میخوری صحبت میکنی. مرتی که دیوس آقا من عذرخواهی میکنم. آقای مکی بیچوره چرا نمیندازی پایین؟ من عذرخواهی میکنم یه لحظه. آقای منظرپور، خواهش میکنم در مورد نحوه صحبت های آقای سکویی هم یه تذکری بفرمایید. آقا تذکر چیه؟ مکی داره فوت ناجور میده، چرا نمیندازی؟ بله 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 بسیار. آقای سکویی من از شما خواهش میکنم لطفا عفت کلام رو رعایت کنید. سکویی و عفت کلام خفه شو بزن. ادمین به من میگه عفت کلام رو رعایت کن، میگم شک. تو گوه بخور. آقا خدا خواهش میکنم آقای سکو، زشته به خدا. نمیشه که وسط صحبت های یک کارشناس امور لا اله الا الله. حالا چی گرفتاری شدیم؟ این بابا یک یه چیزی بده دستش. عجب. آقای سکو تو رو خدا دیگه مایک باز نکن. که در تاریخ ما تا همینجا اپوزیشن ما بسیار گیج و منگه، چون بخش بزرگی از اپوزیشن ما که اپوزیشن میهن پرستی هم هستن، شبا مشروب زیاد میخورن و این مشروب بعضی وقتا تا بعد از ظهر فردا هم همینجوری ردش تو کلهشون میمونه. حرفای خاصی نزن آقا جان. حالا وقت نیا وسط دیگه. و برای همین نمیتونن پیدا کنن که گوه زیادی برد. نخور گوه زیادی نخور. آقا میذارم تو بخوری همشو. همه آقای دکتر سکویی، حالا آقای فخرآور، اوکی. حالا حرفای منو گوش نمی‌کنید. ببین من دارم خلاص. آقای فخرآور پایانتو می‌بینی؟ تموم شد. تو راست میگی. بچه‌ها لطفاً بچه‌ها توی آقا من دیگه حرفی ندارم. یعنی از وقتی این رو شنیدم یه حالیم. اصلاً نمیدونم کی به کیه. فقط اون تیکه که فخرآور میگه لا اله الا الله. بله دوستان، لازم به ذکره که اینا هدفشون براندازی جمهوری اسلامیه. آقا بریم یه کلیپ ببینیم تا من یکم به خودم بیام. ایو مایو. وقتی علیه بمب ایران حرف میزنن، دارن علیه تو حرف میزنن. چرا؟ برای اینکه میگن نجات پرستانه است. من دارم میگم این سر و صدایی که سر بمب جمهوری اسلامی شده، این نجات پرستانه است، هیچی نیست. فقط میخوان این حکومت رو، یعنی کشور رو ذلیل کنن. همون کار رو با شاه هم کردن. آقای امیر احمدی، به جمهوری اسلامی میشه اعتماد کرد؟ آره، چرا نمیشه؟ مگه با شوروی نمیشد؟ میشد اعتماد کرد که کمونیست بود، توی همه جای دنیا داشت میجنگید با امریکا. جمهوری اسلامی به کی حمله کرده؟ در این 42 سال گذشته جمهوری اسلامی به کی حمله کرده؟ میدونی آقا اپوزیسیون در جایگاهی نیست که حرفش تأثیری داشته باشه، نفیان یا اثباتن. اگه اینجوریه مثلا چرا جمع چطور جمع نمیکنه بره دنبال کارش؟ پس اینا همه رفتن این دنبال کارشون. چی میگه؟ اینا تلویزیون داره جیغ و داد میکنه. اثر یم نداره. پس برای چی داد فریاد میکنه؟ کو کدوم داد فریاد؟ کجا کی؟ همشون هستن دیگه. شورای این شورای آن. نه اما کو این پیمان اون. آقا کی نیست کجا؟ یعنی یکی از یکی طنزتر و داغونتر. اینجا برنامه‌ای که می‌خواستن بر علیه جمهوری اسلامی بشه برعکسش اتفاق افتاد. تازه این شروعشه. بریم ادامه‌ش رو هم ببینیم. متاسفانه ما اپوزیسیونی داشتیم که جنگ قدرت داشت، نه جنگ حقیقت و منافع ملی. یعنی اپوزیسیون با امریکا، با رابطه ایران امریکا مخالف بود
چون معتقد امریکا بره ایرانو بزنه ما بریم اونجا حکومت کنیم. همچین چیزی هم مثلا خیانت، اینا بهش میگن خیانت. حالا هر چی بهش میگن همچین چیزی هم هرگز اتفاق نمیفته، همچین چیزی هم هرگز نیست. بنده آقای خامنه‌ای رو میشناسم، قبل از آقای هاشمی آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود، بنده باش ملاقات کردم تو کاخ مرمر. آقای خامنه‌ای از آقای هاشمی رفسنجانی هم عملگراتر بود، واقع بین تر بود، مدرن تر بود. خود آقای خامنه‌ای به خود امیر احمدی گفت که آقای دکتر اگه نمیخوای برگردی ایران اقلن از امریکا ایران رو فراموش نکن. وطن پرست بود. گفت آقای دکتر ما میخوایم این بازسازی رو با مدرن‌ترین تکنولوژی ها انجام بدیم، شما هم کمک کنید. خب حالا اجازه بدین یه سری هم به حامیان رسانه‌ای این جماعت بزنیم. این تصاویر رو ببینین دوستان، همونطور که مشاهده می‌فرمایین بی بی سی رسانه کاملا مستقلی هست که اصلا جهتگیری سیاسی نداره و هم مسئله بقیه کشورها هم اصلا بهش مربوط نیست. تنها چیزی که ازش پست کار نکرده جنس بند تنبان چارلز سومه. راستی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بحثمون در مورد حامیان رسانه‌ای این جماعت، این صحبت عجیب زیبا کلام رو هم داشته باشین که برگشته احتمالاً بعد از کامی سنگین، گفته با اینکه از لحاظ حقوق بشری حاکم عربستان رو قبول ندارم ولی یک رضا شاه هستش که تو این مدت کم اومدنش پیش پیشرفت‌های عربستان قابل مشاهده است. توافق با عربستان خیلی خوبه و قطعاً مفیده ولی مردم به دلیل بی‌اعتمادی به دولت و تنفر از اعراب باور نمی‌کنن. بیایید این تنفر رو کنار بذاریم و به پیشرفت فکر کنیم. یعنی پول چه کارهایی با آدم که نمی‌کنه؟ یعنی هر دم از این بری میرسد. خب در مورد رسانه‌های همیشه حق صحبت می‌کردیم، رسانه‌های مستقل. مزدورای بی بی سی واسه سرود نخوندن بعضی از بازیکن‌های تیم ملی 24 برنامه‌های تحلیلی می‌رفتن ولی واسه سرود ملی نخوندن بازیکن‌های انگلیسی لیورپول و هو کردن تماشاگرش روزه سکوت گرفتن، چون روح ملکه آزرده میشه و جیره‌شون قطع. اما در مورد حواشی جدید این تاج‌گذاری هم بگم که یکی از قانون‌گذارای انگلیسی برگشته گفته که مخالفان سلطنت مهاجرت کنند. در پی تظاهرات هزاران تن از مخالفان خاندان سلطنتی انگلیس در لندن، لی اندرسون قانونگذار حزب حاکم محافظه‌کار این کشور از این مخالفان خواسته که از انگلیس به کشور دیگری مهاجرت کنند. این جمله خیلی براتون آشنا نیست دوستان؟ الان میگم کجا شنیدین و دیدینش. این تصویر رو ببینین، محمد رضا پهلوی: هر کس با نظام شاهنشاهی مخالفه باید از ایران بره. اما برعکس اینا جمهوری اسلامی چی گفته؟ زنان و دختران بی‌حجاب هم فرزندان این آب و خاک هستند. هنرمندانی که از اشتباهات گذشته خودشون اظهار پشیمانی کنن میتونن به فعالیتشون ادامه بدن. حالا از نظر سلبریتی ها دیکتاتور کیه؟ جمهوری اسلامی. من دیگه واقعا حرفی ندارم. در مورد توافق ایران با عربستان که زیبا کلام در موردش اونجوری صحبت کرده، اول از همه این خبر رو داشته باشین که هیچ کسی نمیتونه منکر اقدامات سازنده ایران در این راستا باشه. سوریه رسما به اتحادیه عرب برگشت. در همین زمینه وزارت امور خارجه سوریه هم با انتشار بیانیه موضع خودش رو نسبت به این تصمیم اعلام کرد. در بیانیه وزارت خارجه سوریه اومده که سوریه این رویکرد مثبت در جهان عرب را رصد می‌کند و آن را به نفع کشورهای عربی و تحقق ثبات، امنیت و شکوفایی ملت‌هایشان می‌داند. روایتی از یک اتحاد در دانشگاه تهران میان ایران و سوریه، اتحادی که از شروع آن بیش از 4 دهه گذشته، زمانی که در جنگ تحمیلی شرق و غرب عالم به ایران سلاح نمی‌دادند، این سوریه بود که به ایران تجهیزات ارسال می‌کرد و به نیروهای ایرانی آموزش موشکی می‌داد. صاروخ، اسکود. حافظ اسد، رئیس جمهور فقید سوریه، حتی در حمایت از ایران خط لوله انتقال نفت عراق به مدیترانه را به ظرفیت انتقال روزانه 500 هزار بشکه نفت بست. صدام مجبور شد به عربستان و کویت به شدت متکی بشه از نظر مالی. و اتفاقا یکی از دلایلی که بعداً صدام حمله کرد به کویت همین بود. مورد دیگر حمایت از گروه‌های مقاومت اسلامی بود، آن هم به خاطر ایران، اتفاقی که تا پیش از این توسط حکومت سوریه سابقه نداشت. ما در ایران گروه‌های اسلام‌گرا رو هم پیمانان خودمون می‌دونیم، نظام سوریه گروه‌های هم اسلام‌گرا به خصوص اخوان المسلمین رو خطر وجودی برای خودش می‌دونه، اما به خاطر ما نظام سوریه پذیرفت حماس رو. بعد از حافظ اسد، پسرش بشار هم به اتحاد با ایران ادامه داد، حتی با وجود تهدید آمریکا به سرنگونیش.
اساس موضوع این است که تا زمانی که بشار اسد در قدرت باقی است، شرایطی به وجود نخواهد آمد که بتوانیم به جنگ داخلی پایان بدهیم. تهدیداتی که سال 2013 عملی شد، زمانی که داعش ظرف کمتر از 6 ماه مناطق زیادی را از سوریه و بعد هم عراق اشغال کرد. حالا نوبت ایران بود. اگر کمک جمهوری اسلامی نبود، اگر این تلاش برای این استادگی در صحنه سوریه صورت نمی گرفت، داعش و این جبهه نصره در اونجا تأسیس حکومت می کردن. شما تجسم کنین چه اتفاقی می افتاد. داعش امروز هیچ مناطقی در اشغال خود و مرکز خلافتی ندارد. حالا هم مردم در ایران و هم مردم منطقه، حتی مردم اروپا، داعش را کمتر می‌بینند و صدای گلوله‌ها و انفجار بمب‌هایشان را کمتر می‌شنوند. امروز شواهد نشان می‌دهد مردم سوریه از حضور ایران و کمک نیروهای ایرانی به حزب داعش آگاهند. اما حالا با در ادامه بریم یه سری تصاویر از قدرتنمایی ایران ببینیم. این تصاویر که مشاهده می‌فرمایید تصاویر ماهواره‌ای از دو نفتکش توقیف شده توسط ایران هست. آسوشیتد پرس با انتشار این تصاویر نوشته که این نفتکش‌ها در جنوب بندرعباس لنگر انداختن. در همین راستا این کلیپ هم که تازه منتشر شده ببینین، هشدار پهپادی حساب توییتری سپاه به نفتکش‌های آمریکایی. همزمان با این خبر، روز گذشته از نیروی زمینی سپاه هم خبر رسید که راکت‌های فجر 5 سپاه ترموباریک شدند. آزمایش راکت فجر 5 مجهز به سرجنگی ترموباریک با موفقیت در نیروی زمینی سپاه انجام شد. خب در مورد این موضوع هم بگم که این سرجنگی جدید که توسط متخصصان سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه تولید شده، قدرت انفجاری 1.5 برابر TNT داشته و در نتیجه شعاع تخریب و اثرات حرارتی بیشتری هم داره. اما در انتهای این ویدیو، این یکی دوتا خبرم بگم و برم. ورود سرلشکر باقری به مسقط. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بنا به دعوت رسمی دریاسالار عبدالله بن خمیس رئیسی، رئیس ستاد نیروهای مسلح سلطنت عمان، وارد مسقط شد. و در نهایت واشنگتن پست از اسناد فاش شده آمریکا میگه، نوشته که ایران تسلیحات را در میان کمک‌های زلزله زده به سوریه پنهان کرده بود تا نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد. تو ویدیوهای بعدی در مورد این خبر بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.